در روایت پیغمبر فرمود که بهشت مشتاق چهار زن هستش ان الجنه اشتاقت الى اربع ای نسا یکی خدیجه بنت خویلت زوجتی فی و والآخره یکی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم سومین زن مریم هستش بنت عمران مادر حضرت عیسی و چهارمین زن آسیه بنت مزاحم زن فرعون که در قرآن به عنوان ضرب المثل ایمان ازش نام برده شده این چهار زن برتر از بهشتن که بهشت دنبال اینا میدوه بهشت مشتاق اینها هستش پیغمبر اکرم فرمود من دعا کردم که به خود خانم خلیج کبرا این رو میگفت میگو من دعا کردم که نه تو دنیا فقط تو آخرت هم با تو باشم همسر من باشی خیلی عظمت دیگه وقتی پیغمبر این شکلی میگه من دعا کردم که در آخرت هم همراه تو باشم این بانوی با عظمت در زمان جاهلیت که ارزش های انسانی خبری ازش نبود یه قوم وحشی بودن چه برسه به زنان که خیلی بیخبرتر بودن توی همچین جامعه ای این بانوی بزرگوار با فضیلت پاکی افت زندگی میکرد که دو تا از القابش یکی تاهره بود یکی مبارکه این دو تا لقبی که حضرت زهرا هم جز اسماش هست تاهره و مبارکه مادرشون هست خدیجه هم اینجوری بود هم تاهره هم مبارکه این نشان دهنده تهارت و پاکی و نجابتی است که این بانوی با عظمت داشت سروتمند ترین زن جزیرت العرب بود بالا به یه تعبیر مثلا ملکه جزیرت العرب هم از جهت کمال هم از جهت جمال و هم از جهت ثروت اما با این ثروت منحرف نشد که هر جوری درآمد در بیاره از هر راهی اون زمان ربا کم فروشی زیاد فروشی احتکار و امثال اینها تو کاسبی ها و تو معاملات رایج بود یه چیز رایجی بود ولی ایشون به هیچ وجه سراغ اینجور چیزا نمی رفت به خاطر همینم پیغمبری که 23 سه، سه چهار سالش بود اون زمان پیغمبر رو که معروف بود به امین امانتداری و پاکی او رو با عنوان کارگزار خودش استخدام کرده بود و یه مزاربه ای بود که ثروت از من کار از تو با عنوان عامل مزاربه بود پیغمبر که بر هست خدیجه کار میکرد و ازدواج هم با ایشون کرد نهایتا با اینکه خیلی خواستگار از بزرگان قبایل عرب ثروتمندان اشراف عرب داشت اما پشت پا به همه اون زد پیغمبری که چیزی به ظاهر نداشت فقیر بود یتیم بود پیغمبری که به قبیله و عشیره به معنای که رئیس قبیله باشه نبود به خاطر پاکی و تهارتش با پیغمبر اکرم ازدواج کرد مشهور اینه که چهل سالش بود خانم هست خدیجه اونی که بین ما هم مشهور هست چهل سالش بود و پیغمبر 25 سالش بود پیغمبر اکرم هنوز میدونید چل سالگی مبعوث شد به رسالت دیگه یعنی 15 سال هنوز قبل از بعثت پیغمبر اینو داشته باشید و همچنین مشهور اینه که خانم خلیجی کبرا دوبار ازدواج کرده بود قبلا و حالا شوهران قبلی از دنیا رفته بودن و بعد با پیغمبر اکرم ازدواج کرد اینم مشهوره ولی هر دوتاش محل خلافه یعنی علا تحقیق بعضی از مورخینی که محقق بودن میگفتن نه چهل سالش نبوده که ۲۸ هشت سالش بوده خانم خریجه کبرا بیس هشت سالش بوده دلیلی هم که میارن اینه خوب نهایت بفرمایید دلیلش اینه که اگر چهل سالش باشه عرض کردیم با پیغمبر بیس پنج ساله پونزه سال بعد تازه پیغمبر مبعوث میشه درسته؟ پونزه سال بعد این 15 رو بیار تو سن حضرت خدیجه میشه یعنی چی 55 سالش زمان بعثت پیغمبر حضرت زهرا پنج سال بعد از بعثت پیغمبر به دنیا اومد یعنی خانم خدیجه با 60 سالش باشه که حضرت زهرا رو ازش به دنیا اومد معمولا بعیده بعید هستش که زن تو 60 سالگی بچه داشته باشه و بچه دار بشه نمیخوام بگم امکان پذیر نیست ولی بعیده بنابراین همونجور که بعضی از محققین گفتن 28 سال بودن نقل شده منتها قول مشهور اون 40 ساله بودن همچنین اینکه دو بار تا قبلا ازدواج کرده باشه اینم درست قول مشهوره ولی بعضی از محققین گفتن نه اصلا خانم خریجه کبرا ازدواج قبلا نکرده بوده و باکره بوده به خاطر اینکه چطور میشه که این همه اشراف و بزرگان عرب مثلا فرض کنید اشراف و بزرگان عرب برای یه خانومی که دو مرتبه ازدواج کرده این شکلی زیاد خواستگار براش بیاد به علاوه خب این خواستگارا قبلا کجا بودن چطور اون دو نفری که قبلا ازدواج کردن آدمای بینام و نشانی بودن آدمای معمولی بودن اسمشون تو تاریخ که میبرن آدمای معمولی بودن چطور ملکه جزیرات العرب با دو تا آدمی که خیلی معمولی اصلا چیز خاصی از جهت تقوایی و مثلا پاکی و اینا نداشتن با اونها ازدواج کرده باشه نمیخوام بگم قطعی و یقینیه نه ولی میخوام بگم که به هر حال از این طرف هم یقینی نیست چل سال بودن خانم خریجه کبرو و دوبار قبلا ازدواج کرده بودنش اینو بعضی میگن به خاطر اینکه شاید یه نقصی وارد کنن بر ایشون سنش بره بالا مثلا قبلا ازدواج کرده بوده ولی در هر حال حتی اگر چهل ساله هم بوده حتی اگر دوبارم قبلا ازدواج کرده باشه این چیزی از کمالات ایشون کم نمیکنه چیزی از عظمت ایشون کم نمیکنه این بزرگوار اولین زنی بود که به پیغمبر اکرم ایمان آورد وقتی وقتی که پیغمبر مبعوث شد و اسلام آورد میدونید اولین مرد امیرالمومنین بود که 89 سالش بود اول و من آمن و اولین هست امیر علیه السلام و اولین زن خدیجه کبرا بود عباس عموی پیغمبر میگه ما مشرک بودیم هممون تو مسجد الحرام نشسته بودیم یه جمعی دیدیم پیغمبر وارد شد البته او که پیغمبر نمیگفت اون موقع هنو مشرک بود گفت دیدیم وارد شد پشت سرش یه نوجوان 8 9 ساله و پشت سر یه بانوی خدیجه وارد شدن و شروع کردن نماز خوندن رو به کعبه اون زمانی که همه بت بودن این ستا فقط سر به سجده میگذاشتن در مقابل خدا به من دیگه میکردن این بانوی با عظمت، تمام ثروتش رو در راه پیشبرد دین به پیغمبر اکرم داد پیغمبر فرمود هیچ مالی به اندازه مال خدیجه کبرا نفع به اسلام نرسون نفع به من نرسون از این جهت هممون مدیون اون بزرگوار هستیم همه مدیونیم چون ببینید اون ابتدایی که اسلام تازه ظهور پیدا کرده بود خیلی احتیاج به پول بود بعضی از مسلمان ها بودن برده بودن مالکانشون و صاحبانشون که مشرک بودن اذیتشون میکردن پیغمبر برای اینکه این بندگان این خدا بتونن بر دینشون باقی بمونن، باید میخرید اینا رو باید پول میداد اینا رو میخرید که بتونن بر دینشون باقی بمونن بعضیا تو مکه از مسلمان ها بودن که خیلی اذیت شدن باید هجرت میکردن تا بتونن بر دینشون بمونن پیغمبر پول بهشون میداد که بتونن هجرت کنن از مکه برن بیرون یه جای دیگه زندگی بر خودشون تشکیل بدن خب این پول میخواست تو شعب عبی طالب که همه تون میدونید سه چهار سال مسلمین تو وضعیت تحریم اقتصادی بسیار شدید زندگی میکردن تا یکی دو سالش ثروت خدیجه کبرا بود که همه مسلمین رو خرج میداد همه مسلمون رو بعد دیگه ثروتش تمام شد دیگه خیلی تو فشار قرار گرفتن مسلمین طوری که گاهی موقع دو نفر با یه خورما باید کل روز رو سر میکردن دیگه هیچی نداشتن از این جهت پیغمبر فرمود ما نفعنی مال مثل مال خدیجه هیچ مالی مثل مال خدیجه به من نفع نرسوند این بانوی با عظمت و بزرگوار وقتی پیغمبر معراج رفت با آسمان ها رفت جبرئیل اونجا عرض کرد یا رسول الله داشت پیغمبر برمیگشت عرض کرد یا رسول الله حق تعالی به شما سلام رسوند و فرمود سلام من رو به خدیجه کبرا برسون و خود جبرئیل که واسطه بود گفت یا رسول الله سلام من رو هم برسو که وقتی پیغمبر اکرم سلام خدا رو و جبرئیل واسطه و رسول خدا رو به خانم خدیجه کبرا داد خیلی خوشحال شد گفت هو السلام و من هم السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام این بانوی بزرگوار تا وقتی زنده بود پیغمبر با هیچ زنی ازدواج نکرد میدونید 25 سال پیغمبر با ایشون زندگی کردن یعنی تا 50 سالگی 25 ساله بود با ایشون ازدواج کرد 25 سال دیگه هم با هم زندگی کردن تا 50 سالگی پیغمبر اکرم هیچ زن دیگری نداشت بعد از خانم خدیجه کبرا بود که روی یک مسلحت های ازدواج های پیغمبر کردن که اگر به هر حال خود اون بحث ازدواج های پیغمبر که به چه دلیل بود اون خودش یه بحث جداگانه است این بانوی با عظمت و بزرگوار گاهی موقع بعضی از زنای پیغمبر حسادت بهش میکردن میگفتن یا رسول الله چقدر شما از خدیجه میگی چقدر شما او رو دوست داری هر موقع اسمش رو میاری با عظمت ازش یاد بکنی پیغمبر فرمود کسی رو خدا به خوبی خدیجه به من نداده بعد فرمود اون زمانی که من محروم بودم چیزی نداشتم خدیجه همه ثروتش رو به من داد اون موقعی که همه منو تکذیب میکردن صدقتنی نی هین کذبن الناس اون موقع که مردم منو تکذیب میکردن اون منو تصدیق کرد اون موقعی که مردم به من کفر میورزیدن او به من ایمان آورد از این جهتیش کسی جای خدیجه نیست بعد پیغمبر فرمود انی رزقت تو حبا لها محبت خدیجه روزی منه خیلی حرف بلندی ها پیغمبر فرمود محبت خدیجه روزی منه انی رزق تو رزق من حبا لها حب اوس انی اوحبها و اوهب من یوهب من خدیجه رو دوست دارم و هر کسی که دوستار خدیجه باشه من او رو دوست دارم